رئیس‌های جمهوری ایران و آمریکا پس از 34 سال به طور رسمی و از طریق تلفن با یکدیگر گفتگو کردند که این مسئله با استاپ‌های گسترده‌ای در داخل ایران داشت. مقام های جمهوری اسلامی میگویند درخواست این تماس تلفنی از سوی طرف های آمریکایی مطرح شده اما کاخ سفید اعلام کرد که این تماس به درخواست طرف های ایرانی صورت گرفته است در همین حال کاران حملات شدیدی را متوجه رئیس جمهوری ایران کردند حسین شریعت مداری مدیر مسئول کیهان و نماینده خامنه‌ای در این روزنامه سر مقاله روز یکشنبه این روزنامه با حمله به روحانی این مکالمه تلفنی را تأسف بارترین پرده و بزرگترین امتیازی دانسته که روحانی به ایالات متحده داده است مدیر مسئول این روزنامه توند رو نوشته است که انتظار گشایش اقتصادی از مذاکره و رابطه با آمریکا نهایت لوحی است سایت رجا نیوز وابسته به جپی پایداری کاریکاتوری را در تمسخر سخنان حسن روحانی در مورد پیگیری یک بازی برد برد با غرب بر سر پرونده هسته‌ای و نیز به کارگیری عبارت روز خوبی داشته باشید به انگلیسی که گفته می شود آقای روحانی در پایان مکالمه با باراک اوباما بر منتشر کرده است. جپی پایداری در انتخابات ریاست جمهوری اخیر از سعید جلیلی مذاکره کننده هسته‌ای سابق ایران حمایت کرده بود. در یک واکنش دیگر انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل نیز با صدور بیانیه ای از دیپلماسی فعال آقای روحانی تجلیل کرده و در عین حال دیدار وزرای امور خارجه ایران و آمریکا در نشست پنج به علاوه یک و تماس تلفنی رؤسای جمهور ایران و آمریکا را مورد انتقاد قرار داده است در بخشی از بیانیه این دانشجویان با اشاره به اظهارات چندی پیش رهبر جمهوری اسلامی در مورد مجاز بودن نرمش قهرمانانه در عرصه دیپلماسی آمده است این و نرمش قهرمانانه هیچگاه به معنی عدول از اصول و آرمان ها نیست آیه قرآن نازل نشده مرگ بر آمریکا بگوییم مجموعه واکنش های فوق در شرایطی صورت گرفته که محمد تغییر رهبر امام جمعه اصفهان با حمایت از تنیس‌زدایی دولت حسن روحانی یا ایالات متحده گفته است باید با لبخندهای سیاسی این مشکلات را حل کرد تا آمریکا نیز تحریم‌هایش را علیه مردم ایران کم کند وی افسوده آیه قرآن نازل نشده که شعار مرگ بر آمریکا را همیشه سر دهیم و همانطور که در آن روزها با روزها برخورد کردیم و دیگر شعار ندادیم با آمریکا نیز همانطور برخورد میکنیم علایدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم ادعا کرده که قبول گفتگوی تلفنی از سوی حسن روحانی به نوعی برای حفظ آبروی از دست رفته باراک اوباما بود بروجردی در یک برنامه تلویزیونی گفت اینکه اوباما پس از رد درخواستش مبنی بر ملاقات با آقای روحانی گفتگوی تلفنی را مطرح کرد برای ترمیم آبروی از دست رفته اش بود جعفر شجونی عضو جامعه روحانیت مبارز نیز در این خصوص اعلام کرد تماس تلفنی باراک اوباما با حسن روحانی نشانه احترام رئیس جمهوری آمریکا به ایران است و این تماس نشان میدهد کینه وجود ندارد در همین حال و در شرایطی که گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری ایران و آمریکا و اینکه به درخواست کدام طرف صورت گرفته به یکی از موضوعات اصلی رسانه ها تبدیل شده است عباس عراقچی معاون وزارت و امور خارجه و عضو تیم مذاکره کننده هسته ای ایران موضع مقام های ایرانی را تکرار کرد و گفت که این تماس به درخواست طرف آمریکایی برقرار شده وی گفت درخواست ملاقات بین دو رئیس جمهوری از طرف مقامات آمریکا بود وقتی این را قبول نکردیم مذاکرات و گفتگوها بین نمایندگی های ما انجام شد و طرفین روی ایده های دیگر بحث کردند نهایتا ایده گفتگوی تلفنی درآمد و اوباما تماس گرفت این در حالی است که سوزان رایس مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا گفت که مقام های ایران از آمریکایا خواستند تا تماس تلفنی برقرار شود و مقام های ایالات متحده از این خواسته قافلگیر شدند به گفته عراقچی مهم این است که تقاضا برای آمدن به سمت ایران از طرف آمریکا بوده و اینکه آمریکا بخواهد به سمت ایران بیاید نشانه قدرت ماست وی همچنین تاکید کرده که آیت الله خامنی با انجام گفتگو میان ایران و آمریکا مخالفتی نداشت